یه ویدئوی اختصاصی از دو تا مجری من و تو به دستم رسیده که مومشون رو تو موزه مادام توسو، یکی از معروفترین موزه های لندن، درست کردن. باورتون میشه؟ والا من خودم هنوز تو شوکم. نمیدونم چشمک نظرم. سلام و خیلی خیلی خوش اومدیم به یک گپ تایم دیگه در قسمت چند سالی با خانم هدیه هستیم که سلبریتی نیوز رو انجام میده، واسه همین اومدیم مادام توسو. هدیه خانم، هدیه من خیلی رفته بودم نقشش. هدیه آره خیلی رفته بودم دوباره. هدیه در مورد میگم خواستی یه چیزی بگی؟ آره من وقتی که خواستم ازدواج کنم هر کی منو میگه تو خیلی شبیه مگانی و من هم قشنگ اینجوری بودم، من خوشگل نه؟ والا شب شیطونه. بیا بیا بریم. نمیام دیگه، میفته حالا دیگه هیچی. علیه بگیرش نمیارم، نمیام. بگو ببینم هنرپیشه مورد علاقت ایرانی، خوشقیافه ترین ایرانی هنرپیشه به نظر کیه؟ دختر یا پسر؟ پسر لطفا. پسر بهرام رادان. بهرام رادان؟ آره خیلی خوشقیافه از روز میگه. کی از همه پرحاشیه تره؟ ایرانی، بهار رهنما، بهنوش بختیاری. آره؟ آره. با دیده بودی برای عطرش بهنوش بختیاری؟ آره بهنوش بختیاری. آره فکر می‌کنم یه جوری هم دوست داره که حاشیه داشته باشه. چه خبری گفتی که خیلی سر صدا کرده؟ بیا اینجا بشینیم پیش تام هاردی، خوش تیپ و خوش قیافه، وای ماشاءالله. یکی امیر تتلو بودش که گفته بودش تو کنسرتم خانوم راه نمیدم. آره هم چیزی گفته بود. بعد یکی دیگه هم بهار رهنما که ازدواج کرد. بعد خیلی عاشق بود. اینا خیلی سر صدا کردن. تاله شده مثلا یه خبری بگی که خود هنرپیشه یا هنرمنده بهت بگه چرا گفتی؟ آره خیلی. آره به خود خوراکه. بعد از برنامه که میام بیرون یا دایرکت میگم بعد چی رو گفتی؟ چرا این رو گفتی؟ بعد من میگم آقا سلبریتی نیوز کل دنیا سلبریتی نیوز حاشیه‌ها رو کاور میکنه. ما هم داریم همین کار میکنیم. فقط فرقش اینه که تو ایران هنوز جا نیفتاده و ما داریم سعی میکنیم که جاش بندازیم. عالی. پاشیم بریم که چه خبری؟ چه خبری؟ میریم دوستش دارم. همه اینا رو این میدونی چقدر آدم میان تو صف وای میسن، چقدر وقت میذارن، چقدر باید پول بدن الان تا وارد اینجا بشن. اینجا یه ذره لاغرتره. آره این اصل سلفیه این خانم. یه دونه بغلش بگیریم. چرا اگه میتونستی با یه سلبریتی غذا بخوری میخواستی کی باشه؟ ایرانی یا خارجی؟ هر کدوم. یه ایرانی بگو یه خارجی. ایرانی. خب ایرانی خارجی که با براد پیت. خب الان میریم میبینیمش. خب نه اینجوری فایده نداره واقعی، بازی هم نیست. خب بعد ایرانی هم من توی بازیگر و هنرمندی ایرانی الناز شاکر دوست خیلی دوست دارم. الناز شاکر دوست. آره خیلی خوشگل به نظرم. آره کاراکترش هم یه ذره شبیه خودت، خیلی پر انرژی و خیلی شلوغه. ها غذا مورد علاقه چیه؟ قرمه سبزی با پیاز. قرمه سبزی با پیاز یعنی عاشقشم. یه چیزی بگم، هدیه کوبیدم با پیاز خیلی دوستم. کلن هدیه ماشاءالله ماشاءالله به خاطر ورزش زیادی که میکنه و به خاطر انرژی خیلی زیادی که داره. یعنی چرا کنار این بازو میدونی؟ آخه اینم بازو داره. آها ورزشیه و به خاطر ورزش زیادی که میکنه غذا خیلی میخوره و غذا رو مشتی و خوب میخوره. با پیاز. آره. متولد کجا ایرانی؟ تهران. تهران؟ آره. اوکی. چه ماهی؟ بهمن. یه مشخص از بهمنی ها داری؟ بهمنی ها خیلی دیر جوش میارن، یعنی خیلی دیر عصبانی میشن ولی وقتی عصبانی شن عصبانی. آره ولی یوهو دیگه اصلا چی میگن هو وشتره اینجوری میشه. یعنی از دور که میای اصلا مورگان فریمن اینو داره چش تو چش نگاهت میکنه و ازت شاکیه. ما قبل از اینکه داشتی شما برای همین کامرا رو درست کردیم فیلم بگیریم اومدم یه دور زدم به این رسیدم گفتم اوکی برگشتم. بیا به عشقت رسیدیم. برو کنار. برو خود من اینجا دو نکنی این آنجلینا جولی من خیانت کرد. نه بگیرش آنجلینا جولیو من خیانت کرد. اسم دوم داری؟
نه اسم دوم ندارم، ولی وقتی که به دنیا اومدم مامانم می‌خواست اسمم بذاره ملودی. بعد بابام میگه هدیه یا مامانم، یکیشون میگفتن ملودی یکیشون میگفتن هدیه، که بعد میشه هدیه، برادرم هم میگفته هدیه. خب بعد ولی مامانم مثلا هر چی دیگه خیلی میخواد قرب صدقم بره میگه ملودی، من مثلا اینجوری آخه آره. ولی هدیه دلت میخواد براد پیت هدیه صدات کنه یا ملودی؟ هر چی دوست داره. کدومو بیشتر دوست داره؟ دست چی خوندی؟ بشینیم. من معماری خوندم ایران. خب نقشه کشی ساختمون خوندم تو هنرستان که بودم. بعد وقتی که دانشگاه معماری خوندم. خب بگو ببینم چقدر شیطون بودی؟ من چه با حسرت. زیبایی رو میپسنده کلا هدیه جان. خب خیلی شیطون بودم. ببین هنوزم هستم، کلا هیچ وقت ما رو دعوت نمی‌کردن، یعنی کارت عروسی مثلا میدادن از آوردن اطفال جلوگیری فرمایید، فقط اون کارت ما بود. چی شد که واسه من تو اپلای کردی؟ واسه من و تو آن چی شد که اپلای کردم؟ ما توی سریالی بود بازی میکردیم برای قبل از که بیام من و تو یه سریال یه کاری میخواستیم انجام بدیم که مثلا حالا نشد ولی خب هنرپیشه میخواستیم هدیه جز اونا بود. من بعدش اپلای کردم، هم مدرک هم فرستادم، گفتم که برای مثلا آیم تو همون سریال بود نه؟ اکی واتساپ بسین. خب سخت ترین قسمت کار تو بگو. سخت ترینه؟ سخت صبح باید بهم میدونی سخت نیست، ولی چون تایممون خیلی کمه و برنامه لایو هر روزه، من دیدی میرسم یه نگاه میکنم ببینم چطوری تیپش تام کروز هم کوچولو موچولوه. خب بعد ولی سخت نیست، ولی چون خیلی زمانمون کمه مثلا کلا فکر کنم 4 ساعت ما وقت داریم، بعد خبر بنویسیم، بعد بریم ادیت کنیم، بعد اون عکسایی که پشتم میاد همه اونا خیلی زحمت درش کشیده میشه. اینا بعد فوتیج هر چی میگم دقیقاً همون فوتیج بیاد، اینا یه ذره زمان میبره، وگرنه سخت نیست، زمانمون کمه. فوبیای زندگی چی؟ بریم به بخش بالیوود. فوبیا شاخوان اصلا یه جوری نگات میکنه، یه روخ گرفته آدم معذب میشه. خب فوبیای زندگی چیه؟ خب من میگم وایسا. فوبیای من کرم. از کرم میترسی؟ وای ببین اصلا نمیترسم. من اگه مثلا یه کرم اینجا بیاد هی خودم رو دیگه میخارونم، هی اینجوری توهم میگیری. آره اصلا حالم بد میشه. کرم سوسک خیلی میترسم، ولی کرم ببینم اصلا میریزم به هم. سه تا چیزی که در مورد دوست دارم. من اینو خیلی دوست داشتم. سه تا چیزی که در مورد یک مرد برای جذابه. هیکل عشان بادی بیلدینگ نه، حال اونجوری ها که مثلا خیلی میزنن اینجوری باد میکنن اونجوری نه، ولی هیکلش خوب باشه مثلا همون سیکس پک و اینا. دیگه چی میخوای؟ میگه نه که خیلی خوب هست نه، مثلا یه سمیه هست که اینقدر مثلا بازو نه متنفرم. ولی ساعت بعد یافه سری اخلاق مهم نیست؟ چرا؟ آه راست دیگه چهارتا لطفاً چهارتا اخلاق که اصلا عبت اون نباشه قیاف عادی میشه، تیپ عادی میشه. خب بگو ببینم آهنگی که دوست داری برنامه تو باهاش تموم بشه. آهنگی که دوست دارم، ببین من دو تا آهنگ خیلی دوست دارم. حالا من میخوای دو تاشو بگم هر کدوم تو خواستی؟ هر کدوم که بچه ها تونستم باش برقصم. من بچه بودم این آهنگ هست تو عروس امیده، تو عروس شهر افسانه هایی عاشقت میمونم قدر تو اینو خیلی دوست داشتم، همیشه میذاشتم خونه میرقصیدم. ولی آهنگ هیچ کس هم هست که میگه اینجا تهرانه، یعنی شهری که هر چی که توش میبینی واسه تعریف، همون آهنگ اولی که گفتن رو میذاریم بچه باش برقصن. ببین تو هم آدم نبودی بری. ای گل رویایی، ای مظهر زیبایی، تو عروس شهر افسانه هایی، عاشقت میمونم قدر تو رو میدونم، نیاد اون روزی که بی تو بمونم.